پروسه روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی در حال تکمیل شدن با بیم و امید هست. بیم از ناتوانی نیروهای امنیتی افغانستان و نبود آموزش لازم و تجهیز این نیروها و امید به سوی دریافت مسئولیت از سوی افغان‌ها. آیا واقعا روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی مطابق به همان برنامه‌ای از پیش تنظیم شده در حال تکمیل شدن است؟ آیا این خطوط موازی که حکومتداری سالم، مبارزه با فساد، ایجاد اقتصاد مولد در حال تکمیل شدن است؟ آقای دکتر اشرف غنی احمدزی، رئیس پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی، پاسخ می‌گویند. سپاس آقای احمدزی از حضورتان. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحله اول و دوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی تکمیل شد و مرحله سوم هم در حال تکمیل شدن است. واقعا جزئیات چگونگی تکمیل این روند چگونه است؟ چند نکته را باید تفکیک کنیم. اول هدف چیست؟ هدف انتقال ایجاد کامل حاکمیت ملی است. بنابرای در شرایط بسیار دشوار شروع قرن 21 این مسئله است که معلوم دار زمانگیر است و ضرورت اصلاحات بنیادی در دولت می نماید. دوم، ما در حرکت هستیم، زمان توقف داده نمیدن. بنابرای مراحل اول، مرحله اول و دوم موفق بوده. به اساس کدام میار؟ به اساس از این میار که از نگاه امنیتی هیچ یک از ولایات یا شهرهای عمده که در مرحله اول و دوم آمدن وضعشان بدتر نشده یا بهتر شده یا به حال خود باقی مانده و این نتیجه تلاش های بسیار سرتاسری قوای امنیتی ماست. سه، یک اعتبار خاصتا سر اردوی ملی ما پیدا شده که ما موجب امیدواری است. بنابرای این مسئله است که چون تدریجی است، تدریجی بودن مسئله زمان به ما جهت داده تا بتانیم از استفاده از میکنیم. مرحله سوم، چهارم و پنجم انتقال در شهر است، چون به ولایات و جاهایی میریم که روز به روز شرایط مشکل تر شده میره و از این جهت تنها مسئله انتقال در چارچوب محدود امنیت باقی مانده نمیتونه. مسئله ثبات باید مطرح شود. ثبات به اساس فلسفه اسلامی پنج بود داره. بود اصلی از عدالت است، حکومت داری است، اقتصاد است، مبارزه با فساد است، بله امنیت است. بنابراین تا هر پنج و سیاست است، معلوم دار مسئله سیاست فراموش نکنید، چون ما در حال تغییر سیاسیستیم برای 2014. همه از اینها باید در داخل یک چارچوب بیاید. نطق جناب رئیس جمهور به اردو ارگان تقنینیه و معلوم دار ارگان های قضایی ما ضرورت اصلاحات بنیادی را وانمود کرده. آل مثلا متوجه کابینه، وزارت ها و تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی است تا ای به عمل مبدل شد. مشکلات وافر است اما ای مسئله بقای ملی ماست. بنابراین باید از دیدگاه بقای ملی با انتقال برخورد شد و در او چارچوب مخصوصا قشر سیاسی افغانستان مسئولیت بسیار وافر داره و باید ای واجبه را ادا کنه. با این حساب آنچه که به عنوان دشواری روند انتقال و اون خطوط موازی که جهت دریافت مسئولیت امنیتی شما اشاره کردن، حکومتداری سالم، عدالت، مبارزه با فساد و مسائل سیاسی، آیا فکر میکنید آنچه که تا هنوز در این دو مرحله نخستینش تکمیل شد و مرحله سوم هم در حال تکمیل شدن است، تا چه حد به این ابعاد روند انتقال توجه شده؟ وضع مسئولیت مستقیم انسجام کننده بود، چون تصمیم گیرنده رئیس جمهور مملکت است. این دو تفکیک شد. دفتر ما 8 نفر است و تنها 4 نفر از افراد مسلکی هستند، دیگه افراد هستند که از نگاه حسابی و اینا، و ما به دسته دفتر انتقال نهایت کوچک نگاه کردیم تا یک اداره موازی در خود دولت وجود نبینه.
دستاورد عمده دور اول و دوم تشخیص است. چون تشخیص ملی بود، سرتاسری بود، تمام ولایت افغانستان و مردم، نمایندهای مردم، علما، مسفیدا، زنا، جوانا، اینا همه در یک چارچوب آمدن. این و بررسی تشخیصی در افغانستان من فکر میکنم بی سابقه بوده، در منطقه هم بی سابقه است. نتیجه از این بود که شکل انتقال، شکل آمرانه را به خود نگرفت، شکل همکاری را به خود گرفت که نقاط مختلف که لازم ملزوم یکی دیگه بودن آمدن. طور مثال تمام والی صاحبان با رئیس جمهور ششتن مسائل عمده را پیشنهاد کرد. تا در قسمت تشخیص آل صاحب است، اما اقدامات بنیادی را که برای آمادگی بر 2014 کار است هنوز صورت نگرفت. چون یک تصویر واضح که سر از او یک اجماع کامل از نگاه یک طرف خطرات و از طرف دیگه امکانات و فرصت ها موجود باشه هنوز هم در مملکت صورت نگرفته. ما ضرورت به یک اتفاق آرا داریم تا بتانیم یک تصویر واضح 2014 را ترسیم کنیم و ای از یک فرد بوده نمیتونیم. بحث یک فرد ما تحلیل انجام دادیم، حاضر استم امرای دولت شریک کردیم، حاضر استم جز از این بحث است که امرای ملت شریک کنم، اما ضرورت بیست که همه به یک موافقه برسیم تا حدود ممکنات معلوم شه و ما بتانیم تمرکز کنیم. فعلا تمرکز بنیادی برای آمادگی برای 2014 هنوز به اندازه کافی وجود نداره. حالا فکر میکنید این مدت زمانی که بیشتر در مرحله اول و دوم انتقال صورت گرفت و این آسیب شناسی هایی که مطمئنن بدون از این نمیشه تصمیمی را اتخاذ کرد و اتفاق نظری که بیشتر شما اشاره کردن، آیا واقعا این به مفهوم یک نبود هماهنگی لازم میان ادارات است که شما به عنوان منسجم کننده از اینا کار میکنید یا چیزهای دیگه؟ چند چیز است. خود رئیس جمهور اداره افغانستان بایست یک پوستین پیوندی در کنفرانس کابل معرفی کرد. اداره فعلی ما، سیستم حکومتداری فعلی ما جوابگوی ضروریات ما نیست. ما 5 مرحله حکومتداری داریم: قریه، ولسوالی، شاروالی، ولایت و وزارت ها. مثلا نه غیر مرکزیت است، نه مرکزیت است. مسئله هماهنگی و تمرکز بر اهداف است. امروز تداخل کاری در بین وزارت ها نهایت زیاد است. حداقل 60% به گمان ما تداخل کاری وجود داره. چون مسئولیت و صلاحیت واضح نیست. به وزارت ها و ولایت ها مشکل بنیادی ارتباط داره. اگر مخصوصا ولایت هایی که فقیر بودن از نگاه مالی، از نگاه معنوی نهایت نیست، چرا نظام ما هنوز به طبقه بندی ولایت درجه اول، درجه دو، درجه سه استوار است؟ مردم درجه سه در افغانستان وجود نداره، مردم درجه دو در افغانستان وجود نداره، همه مردم افغانستان مردم درجه اول هستند. و از نگاه استراتژیک باید تصمیم بگیریم که نوع طبقه بندی ولایت خود چطور تغییر میدیم، چطور یک مقدار صلاحیت ها را در اساس چارچوب قانون ما که نظام مرکزی است انتقال میدیم، کی به چی مسئوله. طور مثال قرارداد رو ببینیم. بار بار کابینه محترم تصویب کرده که قراردادا با یک سقف باید در ولایت ها انجام شه. اکثریت مطلق ولایت ها هنوز هم به عقیده هستن که قراردادا در مرکز صورت میگیره. این موجب فضای اعتماد نمیشه. از این جهت در بخش حکومت داری ما به صورت بنیادی با تغییرات بنیادی ضرورت داریم. اقتصاد ببینیم. اقتصاد ما نتیجه کمک بین‌المللی است. تصامیمی که سر اقتصاد گرفته شده، طور مثال از قوه نظامی ایسف و امریکا، تصامیمی نیست که با پایگاه اقتصادی استوار بوده باشه. جنبه اول از این، چون مسئلهشون نظامی بود. از این جهت مسائل عمده تولیدی جامعه ما هنوز هم در کنار گذاشته شده. طور مثال آیا شما
بحث یک جورنالیست ورزیده، میتونین از وزارت های محترم پرسان کنین که فیصدی سهم ولایت غور یا کنر یا ایراد یا مزار با عید خالص ملی چند است؟ و کس جواب وزیر برتان گفته میتن؟ وجود ندارن. یک چارچوب واضی نیست. سرمایه‌گذاری صورت گرفته، سر زیر بنا. اما اساس ازی تفکر اقتصادی در مرحله اول نبود. وصل شدن ارتباط سرمایه‌گذاری زیر بنای ما با ایجاد ظرفیت افغانی مستقیم نبود. تارو مثال، اوسط قیمت یک کیلومتر سرک در افغانستان 850,000 است. تا عد اعظمیش حتی با 1.4 میلیارد داره. به این حساب برای 40,000 کیلومتر سرک تنها 34 میلیارد دلار کار است. کی 34 میلیارد دلار ما را میده؟ از این جهت ضرورت بنیادی برای عزیز و کمک دنیا کم میشه و کمک مشروط شدن میره. ای چون دنیا خودش تغییر کرده، دنیا دو حالت قبل سال 2008 نیست. وضع عدلی و قضایی ما، مردم ما مشکلات بنیادی دارن. تر مثال ولایت بامیانه ببینید. از آرامترین ولایت افغانستان است. اما دعوای قضایی که صورت میگیره از والی سب گرفته تا تمام افراد به شمول افرادی که در تاران والی و استن میگن که فساد نهایت شده است. وقتی که کل از اینا را با هم جمع کنین معلوم میشه اگه این پنج تایر در نظر بگیریم، یک موتر که پنج تایر داشته باشه سرعت به مراتب زیادتر حرکت میکنه. اگه یک وسیله نقلیه داشته باشین که با یک تایر حرکت میکنه، معلوم دار سرعتش بدیست. و دوم، امروز یک عدم تعادل بین نهادهای امنیتی ما و نهادهای ملکی ما با وجود آمده. نهادهای امنیتی ما روز به روز تقویه میشن و نقطه امیدواری است، ما ایره میخواییم. اما تعادل بین نهادهای امنیتی و ملکی ما بکار است، چون این مملکت تاریخش با تمام مشکلات ایست که مردم ملکی در رأس رهبری قرار داشتن. اما اگر وضع به این منوال دوام کنه، پنج سال بعد یا چهار سال بعد یا ده سال بعد، این وضع به این رقم باقی مانده، این تعادل از میان برداشته خواهد شد. بگذارید از میان صحبت های شما آقای احمدزی، شما مسئولیت یک روند را دارند که مطمئنا خودتان هم میدونند که تاریخ در مورد شما قضاوت خواهد کرد. حالا با گذشت نزدیک به دو سال از این روند که مراحل اول و دومش تکمیل شد و مرحله سوم را هم شما دشوار میدانین، حکومت داری را شما باز هم میگن که رئیس جمهور پوستین پیوندی ایجاد کرده، خودش در... تعریفی بوده که نیست که ایجاد کرده. حالا میخوایم همین نقل قول از شما داشته باشم به خاطر که من نشنیدید دست کم، این پوستین پیوندی را که شما به نقل قول از رئیس جمهور میخواین بگوین، مسئله فساد را میگن که به وجود داره، از چگونگی تقسیم بندی ولایت درجه اول، درجه دوم و درجه سوم یاد میکنن، موجودیت فساد در نهادهای عدلی و قضایی را اشاره کردن، نبود اقتصاد مولد را میخواین بگوین. سوال در ذهن همه ایجاد میشه، زمانی که این تعادل که همون توازن باشه و شما مثال همون موتر را گفتین برش، با این یک تایر به نظر نمیرسه که این موتر بیشتر از پیش این مسیر را بپیمایه. پس چگونه شما میخواین بگوین که این روند را باورمند به موفقیتش هستن؟ چند نکات دان مطلق واضح است و دلیلی که در یک بحث می پیشنهاد اول میسته که تمام مردم افغانستان با آرامی با جمع‌آوری فکر سر آینده افغانستان تمرکز کنند و این ضرورت یک لوی جرگی مردمی رو میکنه که باید تمام مسائل خود ما به صورت اساسی بسنجیم و به فیصله برسیم که حدود عربه ما چیست، هدف ما چیست به ایسی یک جامعه. چون یک جامعه که خود جمع نکنه و یه هدایت الهی است، قوم را هر سرش توجه میکنه که خود حرکت بده. نکته اول ما ایست که در فضای افغانستان باید سانسورهای مختلف که ما خود بر خود وضع کردیم از بین برداشت شد. دو، مسئله را ساده کنیم. سال 2014 چیست؟ سال امتحان بقای ملی. خطرات دوام میکنه و یک قسمت مردم که بدخواه ماستن در فکر عزیزتن که خدا ناکده این جامعه و این دولت سقوط میکنه. اگه این معیار باشه، با اساس بررسی که ما از تمام مردم ما و از نهادهای امنیتی ما انجام دادیم،
ما میخوایم به صورت یقینی بگمشون که ما از اینتون میبریم. قوتی که ما پیدا کردیم در نهاد امنیتی ما، قرعه قربانیی که وجود داره سر تا سریست. مسائل عمده را که سرش صحبت میکنیم مسائل مدیریت است، مسائل سنجیدن هدف است. افغانستان امروز با تمام مشکلاتی که داره، افغانستان 10 سال قبل نیست. ظرفیت های بسیار بزرگ در نسل جوان ایجاد شده، ظرفیت های مختلف در جامعه، در اقتصاد و اینا ایجاد شده. نکته عمده امروز طرز استفاده است. طور مثال اضافه از 500 نفر افغان از ملل متحد که دفترشان بسته شده بیرون شدن، بر از اینا باید داخل دستگاه دولت جای پیدا شدن. اینا افراد با تجربه و مسلکی هستند. نکته در این نیست که امروز در جامعه افغانستان ظرفیت وجود نداره. نکته در این است که تجارت قومی، دیدگاه های کوچک و کوتاه نظر موجب ازی شده که از این ظرفیت استفاده از می صورت نگیره. آقای احمدزئی، حالا یک بار دیگه می خواهیم تاکید بکنم، زمانی که شما اشاره می کنین که این بخش ها توجهی صورت نگرفته است، مثال های زنده شما می خواهید بگویید در بود حکومت داری، مبارزه با فساد، اقتصاد معلل، آنچه را که شما در مرحله اول و دوم روند انتقال به این ولایت هایی که سفر کردند، به هرات، به مزار شریف وعده سپرده بودند، در چگونگی مبارزه با فساد و در چگونگی ایجاد اقتصاد، توسعه این مسائل، آیا واقعا کارش به کجا رسید؟ حالا اگر این را از بود وعده هم نگوییم، چرا که شما مسئولیت دارید؟ در حد این مسئله که شما زمانی که میخواین روند انتقال ده، این لفظی است که خود شما استفاده میکنین، تنها مسئله نظامی نیست، در بخش های دیگر در همین ولایات چه کار صورت گرفته؟ چند نکته باز خدمتتان عرض کنم. اول، ما هیچ وقت وعده نکردیم، چون وقتی که آدم مسئولیت نداشته باشه وعده کردن نمیتونه. ما یک بحث رو انداختم و تعهد کردم که نظریات مردم انتقال داده میشه به رئیس جمهور و به اعضای مسئول. این همینجا همین تعهد که تعود شما میخواید استفاده بکنین، کارش به کجا رسید؟ تعهد سرزی بود. اینال نکات ببینید چند مرحله داره باز. اول، اجماع مردم سر چیست؟ در بخش اقتصاد که از پروژه کوتاه مدت با پروژه وسیع بریم، درست است؟ این اجماع سر تا سری مملکت است. مردم از پروژه کوتاه مدت نتیجه معلد نمیبینن. این نیست که اینا رو رد میکنن، بازش محصر میدانن، اما قسمت اعظم پروژه در از بنیادی از یک سال که زیادتر وقت میگیره. خطاهن بار اول است که افغانستان داره خطاهن شده. مزار امروز وصل است، هرات خطاهنش به نیم رسیده، در حال وصل شدن است. ایجاد پایپلاین گاز که امرای چین در مراحل آخر موافقه است، یک چیزی که حیات افغانستان و اقتصادش به صورت بنیادی تغییر میده. در بخش معدن قرارداد عمده عینک، مسئلت میخوام آجیگگ انجام شده. با ایجاد قرارداد آجیگگ بالاخره یک بنیاد اساسی برای تغییر افغانستان مرکزی پیدا شد، چون قبل ازی همه تقاضایی را که میکردیم برای ایجاد سرمایه گذاری در قسمت شهرها و اینا از نگاه اداری و از نگاه مساوات بود. امروز یک دلیل واضح اقتصادی برازی پیدا شد. کنفرانس توکیو موجب تعهدات نو شد که بازم 5 سال آینده را در بر گرفته میتونه. وقتی که من میگم کافی نیست، کافی از دیدگاه شخصی است که فکر میکنه که کمک ها محصرتر شده میتونه، مصرف با محصرتر شده میتونه و مبارزه ما با فساد و غیره خود رئیس جمهور دنت خود به شورا سر ازی تاکید کرده باید بهتر شد. یک جامعه مثل ما وره. دلیل تاکید ما و ایجاد تعادل بین چیزایی که شده و استقبال ازی و بین چیزایی که بچه ها چراست؟ از جهت که سال 2014 سال مشکل خواهد بود و تأکید مسر عزیز که ملت ما، دولت ما باید یک آمادگی سرتاسری بر سال 2014 داشته باشه.
آقای احمدزی، مسئله دیگر گفتهای رئیس جمهور بود که شما اشاره کردین. حال بگذارید همین دید را از نگاه کسی که مسئولیت داره و تاریخ در موردش دست کم در مورد شما قضاوت خواهد کرد بشنویم. گفتهایی که رئیس جمهور در نشست سه قوه اونجا اشاره کرد که باید قربانی بدیم، دیگر مصلحت به کار نیست، دیگر مصلحتگرا نخواهیم بود. درست 20 روز بعدتر از آن رئیس جمهور یک بار دیگه اشاره میکنه که این مصلحت صورت خواهد گرفت. آیا واقعا شما به عنوان رئیس یک روند، نه به عنوان یک شهروند افغانستان، باورمند به این مسئله هستین که رئیس جمهور برای مبارزه با فساد قطعیت خود را داره؟ اون مسئله تعلق به رئیس جمهور داره، چون چیزی که من سرش تاکید دارم بحیث یک افغانی که همیشه مفت کار کرده، من بر دولت کار نمیکن، کار من بر ملت است. مامور دولت نیست، کدام امتیاز ندارم، کدام چیز نخواستیم، نه کدام دستگاه دارم که مردم مقرر کنم، نه اینا. من دیگه کار آغرز ندارم، هدف و نه کدام منفعت اقتصادی شخصی دارم در افغانستان. ای ایستک که تعهدی را که رئیس جمهور در مقابل قوای سگانه کرد باید عملی شد، و اگر رئیس جمهور اقدام نمی کنه ما بحث یک ملت باید اقدام کنیم و امرای رئیس جمهور دست بدیم تا این عملی شد. امروز کشت سیاسی افغانستان باید یک تصمیم بگیره، تصمیم تبایی خود میگیره یا تصمیم دوام خود. این کشت سیاسی دارای منافع بسیار وسیع شده. اگر این دولت خدای ناکده سقوط کنه، پس در کوچه های همسایه خود گشتن و لایشانه کس بالا نخود کرد. اینال امتحان اصلی تاریخ متوجه از این است. بعیث یک فرد من هم روی وجدانم بارا میستم، چون منظوری بود که تمام افغانستان رو ببینیم و از یک دیدگاه ببینیم، نه از دیدگاه تجارت قومی، نه از دیدگاه نفاق، از دیدگاه وفاق، از نگاه هم کردن. و وقتی که رو میبینید مشکلات ما همه افغانستان مشابه است و ضرورت به برخورد هدفمند. شرایط افغانستان در عین حال قسم مصلحت تا مصلحت باید فرق شد. مصلحتی که از خاطر ثبات و صلح هست تا مصلحتی که از خاطر منافع شخصی است باید فرق شد. ای در تاریخ صوفیای ما و در تاریخ دینی ما بنیاد وسیع دارد. بگذارد آقای احمدزی، شما دکترای مردم شناسی را هم دارن. حال اگر همین دید را از نگاه یک شهروند ببینن، آیا واقعا فکر میکنن اگر کوتاه اشاره بکنن رئیس جمهور عزم قاطعی برای مبارزه با فساد داره یا خیر؟ بگونی مثال، زمانی که اعضای کابینه افغانستان متهم به فساد میشه، زمانی که مقام های ارشد حکومتی افغانستان نهادهایی که مبارزه میکنن اتهام میبندن و اسناد را میکنن و بعد دادسنی کل افغانستان میفرستن و اقدام از سوی لویس جمهوری افغانستان صورت نمیگیره، حالا میخوایم بفهمم که واقعا شما به عنوان یک شهروند چه فکر میکنین، حالا بدور از این مسائلی که شما رئیس یک پروسه هستین. فساد سرطان است. اگر این سرطان قطع نکنیم و سرطان ایجاب قطع جسم میکنه، چون مرض نیست که امراش مزاق شده، ما امرای فساد خنده کرده نمیتونیم. اگر میخواییم اولاد ما، نواسی ما و خود ما در خاک زندگی کنیم باید جدی شویم، و کسی که جدی نمیشه در مقابل تاریخ پاسخگو خواهد بود. آقای احمدزی، اگر خیلی کوتاه اشاره بکنن، میخوایم این جواب را مشخصتر دریافت بکنم، آیا باورمند به حرف رئیس جمهور برای مبارزه با فساد هستن یا خیر؟ کار من نیسته، رئیس جمهور مقابل ملت مسئول است. حالا شما به عنوان یک شهروند، به عنوان ملت، کار من ایست، مسئولیت من ایست که طرحهای عملی بر دفع فساد را کنم، و این کار من به صورت دوامدار میکنم در تمام بخش، در هر بخش، هر بار که در مجلس شورای امنی ملی ما باشم نظریات سازنده را میکنم. چون این مسئله تنها مسئله از این نیست، وقتی که یک سر فساد امروز مثل شریان خون وارد شده، و ایره باید بفهمیم که برآمدن از فساد به یک جامعه که فساد در این اقه سر تا سری شده زمان طلب است و علویت بندی میخواه. همه چیز در 2 سال آینده اصلاح شده نمیتونه. کار میسته، و اگه بحث بعدی میخواستین که مشخص سر فساد
طرحهای واضح خدمتتان شریک کنم. نه آقای احمدزی، من میخوام یک جواب مشخص را از شما دریافت بکنم، به عنوان یک شهروند البته، نه به عنوان رئیس یک پروسه. پرسان کردین؟ پرسان کردین؟ شما باورمند برای مبارزه با فساد رئیس جمهور هستن یا خیر؟ امین کوتا، بله خیر. نه، سوال بله و نیست. نیست. یعنی قرینه این مسئله را اگر ببینین، با قرینه من گفتم تونه. رئیس جمهور بعد از بحثایی که انجام دادیم، آمد کویسیگانه را خواست. او بحثا را به اساس پیشنهادی بود که من راه کرده بود. با احساس برداشتی که را کرده بود. اینالی باید ببینیم که هر عضو کابینه و شخص رئیس جمهور در مقابل تعهد واضحی که با قوای سیگانه کردن چی عمل میکنه. این تعلق به اونا داره. ما چرا نمیخوام جواب سوالتان با او نبگویم؟ از خاطری که نگفتن قطع امید است. رئیس جمهور مشروع افغانستان است تا 2014. ما باید امراش کمک کنیم که نظریات سازندش عملی شد. چون او به نفع ملت است. اگر نی بگوییم، نی مانش ایستک که دست میشوییم. و ما باعث یک ملت از دولت خود دست شوشتن. و اگر بلی بگوییم چی گونه؟ بلی به چی بگوییم؟ بلی به این که شما باورمند در رئیس جمهور هستن. بلی ما وقتی میگم که عمل ببینیم. تا نوز ندیدین؟ بعد از او تا بال معامل اساسی بنیادی که اعلان شد ندیدیم. آقای احمدزی، باز هم سر روند انتقال، حالا میریم به مرحله چهارم و پنجم، بیشتر مناطق هست که مناطق مرزی افغانستان هست و از چندگاه مطمئنا شما میشنوین که سربازان مرزی پاکستان وارد افغانستان میشن و این خطوط مرزی رو مد نظر نمیگیرن، شلیک های به گونه مستقیم بالای خاک افغانستان صورت میگیره. میخوایم بفهمم که آیا این بحث حاکمیت ملی را که شما با او باورمند هستین و مطمئنا همه مردم این را میخوان، در عمل چنین چیزی با توجه به امکانات و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان به ویژه در مناطق مرزی افغانستان ممکن هست؟ بله، اما تغییرات کار داره. اول 40% اردوی ما امروز در موقعیت ثابت است که وظیفه پلیس انجام میده. 60% پلیس ما کار اردو انجام میده. دو، قسمت عمده قوه سرحدی ما از سرحد دور است. 10 تا 15 تا 20 کیلومتر از سرحد دور است. اینا در اول سوال یا شیش دیم. استعمال قوه مشروع برای حفظ سرحد ایجاب بازنگری را میکنه. چون در شرایطی که قوه وسیع بین‌المللی وجود داشته، معلوم دار اردو پوستاها را گرفتن میتونست. لوای نوی در نورستان تا مثال ایجاد شده. دیروز رئیس جمهور به موافقه آخری خود گذاشته. اینا باید تغییر شد. در دیدگاه ما ای که در کجا قوای ما موجود باشه و برای چه هدف، ما ضرورت به بازنگری داریم. دو، تهدید سرحدات ما باقی میمانه. باید در این قسمت خوشبین نباشیم. چون اگه برای حالت بد تیاری بگیریم، حالت خوب انشالله تعالی رخ میده. در او حالت مشکل نیست. سرحدات جنوبی و شرقی ما مشکلات جدی داره و ای بازم ما یک بررسی کلی تمام سرحدات ما را انجام دادیم که به اساس تقاضای کابینه بعد از ماه مبارک رمضان امرای اول شورای امنیت ملی و باز کابینه ترم میشه تا یک طرح ثبات اساسی را مطرح کنیم. ما باید سرحدات خود طبقه بندی کنیم و در هر جای فرصت ها را از یک طرف و مشکلات از طرف دیگه ببینیم. طور مثال سرحد ما امرای ترکمنستان برای ما مطلق حیاتی است. چرا؟ چون ترکمنستان هیچ وقت مداخله سیاسی در افغانستان نکرد و مواد غذایی، مواد نفتی، مواد ساختمانی ما ضرورت داریم به حیث یک مملکت مواد خشکه که اطمینان کامل داشته باشیم. از این جهت ما ضرورت به یک بررسی سرتاسری داریم تا بتانیم مسئله سرحد به صورت بنیادی حل کنیم. آقای احمدزی، مسئله دیگر همان نگرانی هایی است که بیشتر از سوی نیروهای امنیتی افغانستان، اردوی ملی افغانستان مطرح میشه. وزارت دفاع افغانستان هر از چندگاه این مسئله را مطرح میکنه که باید تجهیزات پیشرفته کافی در اختیارشان قرار بگیره، هواپیماهای جدیدی که بتونن امون بحث حاکمیت ملی که مطرح میشه به مفهوم واقعیش عملی شود.
آیا واقعا کار در این بخش دست کم در این 2 سال صورت گرفته؟ بله، سوال بسیار مهم بسید. یک، تجهیزات به چی مقایسه میکنی؟ آیا میار ما حکومت دکتر نجیب است؟ از این جهت دو بخش مقایسه کن. یک، اول با مقایسه دوران دکتر نجیب چی کمی داره؟ سوال بسو، جواب بسو عزیز، قوی اوایی. سیومین، چارومین قوی اوایی منطقه در اختیارش بود. این قوی اوایی را دنیا در اختیار ما نمید. باید سوال، جواب ما بسو عزیز باشه. مشخص است. و در بخش اوایی امکانات کمک هایی که شده مشکلات داشت. بخش ترانسپورتی اوایی مشکلات نهایت داشته. قرارداده که شده بود البته از طرف حکومت افغانستان نشده بود، بین خود امریکا و اینا شده بود، مشکلات نهایت زیاد داشته، مشکلات ترمیم و غیره. این بحث به صورت جدی امرای همکارای ما روی دست گرفته شد. در بخش هلیکوپتر بالمقابل پیشرفت های زیاد وجود داره، اما بخش هوایی ما توجه میکنه. حتی همین هلیکوپتر هایی که بیشتر اشاره میشه که در اختیار قرار گرفته، پرزجاتش میگن در اختیار نیست. من برتان عرض کردم که در بخش هوایی ما مشکلات داریم، در تخلیه مریضا و شهدای خود ما مشکلات جدی داشتیم. این مسئله را ما به تفصیل صحبت کردیم، توجه رئیس جمهور سر ازی استک، از مجالس عمده که بین رئیس جمهور و قماندان کل قوای ایساف ناتو و همکارای بین المللی ما انجام خواهد شد. این مسئله است. یکی حدود است که نمید که وضاحت باشه. دوم حدود کمک هایی است که دادن و دری پیشرفت محصریت به مراتب زیادتر امکان داره. اگر از نگاه تجهیزات بید، آقای قهرمان وکیل المند استن در رولی سی جرگ و در زمان دکتر نجیب مسئولیت بسیار وسیع به ایسی جنرال در جنوب به افغانستان داشت. وقتی که تجهیزات قلوردوی میوند دیدن، گفتن تجهیزاتی که وجود دارد تنها در قلوردوی میوند زیادتر از تمام تجهیزات زمینی دیگه که وجود داشته. در این بخش دو مسئله است. یکی مسئله مدیریت است. طور مثال یک قسمت زیاد اراکین مسئول محترم وزارت دفاع به صورت دوامدار به قلوردو سفر نمی کنه. بنابراین پرزه غلط روان میشه. پرزه که ضرورت است به وقت و زمانش نمیرسه. یا در بین تخلیه همکارای بین المللی ما از تجهیزات و ما مشکلات وجود داره. این مشکلات مدیریتی باید به صورت اساسی حل شه، اما کمبود تجهیزات نیست. غیر از وقفه که ایجاد شد چون پاکستان سرحد بسته کرد، در او زمان یک وقفه ایجاد شد. اما بر اطمینان داده شد، ما بار باری رو تحقیق کردیم که تجهیزات بسیار طور مثال موترا سیلاب، قلوردوی سیلاب که در مشرقی فعالیت داره از قلوردوی اول بود، سامانالاتش باید بدل میشون و در بدل کردن وسایل نقلیه از اینا هیچ نه مشکل نه. مشکل پس در فرم هست. از این خاطر طرف بیروکراسی، بین بیروکراسی خود ما و بین بیروکراسی بین ملی یک مشکل وجود داره. مشکل بنیادی در قسمت پلیس چند چیز است. یک، ترمیمات. یک کمپانی به نام لیموی نو، اول نام ببینید، مسئولیت ترمیم داره و این لیموی نو کارهایی را انجام میده که قطعا به منطقه اداری سر و کار نداره. در اینجا همکارای بین المللی ما از نگاه قراردادی مسئول است، مسئولیت به کار نبرد. در قسمت سلای چیکی شکایت های زیاد موجود است، بسته شده، اما مرحله‌ای بود که بین علت و معلول باید ان الفرق کل شه. یک قسمت معلول های وجود داره که مورد بحث وسیع قرار گرفته و شریک شده. از نگاه بنیادی در قسمت تجهیزات ما یک پروگرام بسیار وسیع از طرف ایالات متحده امریکا روی دست گرفته شده که بی‌نظیر است. از او جهت ما در حال حل مسائل بنیادی تجهیزات خود است. با
بود دیگه از این اگه ببینین امکانات است، یعنی امکانات از نگاه جایی. در 10 سال زیربنای امنیتی که در افغانستان به وجود آمده میلیاردها دلار سرمایه گذاری شده. مسئله خوبش در چیست؟ مشکلش در چیست؟ مسئله خوبش در ایسته که چیزی را که 10 سال پیش نداشتیم داریم، وابسط به سه وسیع داریم. قول ورداره اگر شما کدام وقت بیکار بودین امرای ما بیاین، ما تمام از اینا وقت تیر کردیم، مشاو تیر کردیم. امکانات بسیار وسیع پیدا شده. در حقیقت اینا شهرکای امنیتی هستن، بدون از اینکه افراد ملکی ما بینشان باشن. از نگاه نظامی میگم، یعنی که شهرکای که چون شهرک یک شهرت بد پیدا کرده از اون خاطر شهرکای مثبت هستن. مشکل ایسته که بازم در قرار دادی هست، یک قسمت از اینا به شکل ساخته شدن که افز و مراقبت از اینا بر ما قیمت تمام میشه. بنابرای در این بخش بازم توجه شده تعمیرهایی که در 2 سال آخر مخصوصا بعد از شروع پروسه انتقال رخ داده کیفیتش به صورت بی بود است. اما ضرورت بحث به مراتب زیادتر است تا این تأسیسات به صورت اساسی تکمیل شه. مشکل دهی بود که شرایط محیطی ما مد نظر گرفته نشده. ما تأسیسات خود باید در چارچوب یک مملکت میذاریم که 50 سال مد نظر میگرفته. امریکای عموما 10 سال در نظر میگیرند. و این فرق دو کلتور است، چون اونا یک مملکت نهایت غنی هستند و ما باید یک مملکت فقیر باشه. اما که جمع بندی کنیم، یک قسمت مشکلات واضح وجود داشته، چون در بین دولت امریکا و دولت های دیگه کمک کننده ما و ما یک سیستم قراردادی وجود داشته و سیستم قراردادی همیشه منفعت شخصی خود به نظر میگیره و اناله وقتی که قرارداد به قرارداد دوباره میره ای خودش موجب زیای وقت و زیای پول میشه و در قسمت تأسیسات قراردادا به 3، 4، 5 میرسه و ای مشکل بنیادی است که با سرش فکر شد. حالا یک بخش از صحبتهایتان متمرکز به همان روند انتقال، چگونگی امکانات نیروهای امنیتی افغانستان، مبارزه با فساد، حکومتداری سالم، این هم مسائلی بود که دست کم برای مردم روشن شد با اون مشکلاتی که وجود داره. حالا می‌خوایم در مورد چالش دیگه‌ای که بیشتر به عنوان یک مسئله داخل افغانستان مطرح میشه و شما هم بار به این اشاره کردن، گفتگوهای صلح است. چیزی که به نظر می‌رسه برای افغانستان باثبات یک نیاز است. آیا واقعاً فکر می‌کنید که این گفتگوهایی که چندین سال هست ادامه داره و دست کم در 2 سال اخیر شورای به نام شورای عالی صلح وجود داره نتیجه در پی خواهد داشت؟ نکته اول خدمتتون عرض کنم که بحث یک بحث ملی، جنگم قیمت داره، صلحم قیمت داره. جامعه افغانستان، مردم افغانستان باید یک فیصله بنیادی سر قیمت صلح کنه. ما تا بالی این فیصله رو نکردیم. قیمت جنگ روزانه حس میکنیم. اگر بدخشان تشریف بریم یا تخار تشریف بریم یا نگرار تشریف بریم، جاهایی که در اردوی ملی و در پلیس ملی سهمگیری بسیار وسیع وجود داره، کدام روز است، کدام هفته است که یک جنازه نمیره؟ و همچنین وقتی که خبرها رو نشر میکنیم که اقه از مخالفین کشته شد، اکثریت مطلق از این مردم افغانستان است. ما در حال یک قیمت پرداخت عظیم جنگ هستیم. صلح از نگاه تجربه بین‌المللی بازم یک قیمت داره و قیمتی است که داخل شدن در ساختار یک موافقه بنیادی ساختاری میخواد و این بحث هنوز به صورت جامعی صورت نگرفته. اینال میم سر و بخش سوالتن سوارز مزرد بحث هایی که صورت گرفتن یک قسمت دستاوردهای داشت. دستاورد بنیادی از چی بود؟ دستاورد بنیادی از این بود که امروز دنیا و دولت افغانستان در تأکید بر ایجاد صلح در یک موقف قرار دارد. قبل از اون تنها مسئله استعمال قوا مطرح بود. امروز مخصوصا موقف امریکا در قسمت تغییر بنیادی کرده و بدون این بحثایی که صورت می گرفت این نمیشد. دوم، جامعه افغانستان یک جامعه ارتباطی است. ارتباطایی به وجود آمده که یک قسمت مردم یکی دیگر شناختن. مرما قیمت عظیم هم پرداختیم. شهادت استاد مرحوم استاد ربانی، رئیس جمهور سابق افغانستان، رئیس کمیسیون، یکی از این هست. قربانی های دیگه داد. آخرین مورد
در سمنگان. در سمنگان. جایی که روند انتقال در اوج صورت گرفته. مطلق. از این جهت قشر یک خطر نهایت زیاد متوجه قشر سیاسی ماست. چون قشر سیاسی افغانستان امروز در تحت موج حمله مسلحانه قرار دارد. و مخصوصا اگر نقاط سرحدی خود ببین. اگر او سرحد او طرف خط دیورنده مشاهده کنین، حداقل 4000 نفر از افراد روحانی، بزرگای اقوام، افراد برجسته که بروز کرده میتونن قتل عام شدن. امروز ما شاگرد تاریخ افغانستان هستم. 600 سال افغانستان، 10 سال عمر خودم از تاریخ طبقات صوفیه تا تاریخ تجارت و نظامی نوشته که من فکر میکنم که هیچ وقت اینقدر این قشر سیاسی ما نگران نبود. بنابرای ضرورت بیست که ما توجه اصلی کنیم که وی معلوم دار هرچی یکی نقطه دیگه هم از نگاه تجربه بین ملی بردان بوده، چون ایجا پیشبینی در این آلات نهایت مشکل است، چون پیچیدگی نهایت زیاد وجود داره. مردمی که در جنگ داخل هستن از خود نمایندگی نمیکنن، از دگام نمایندگی میکنه. و یکی از مسائل بنیادی ما ایست که ما باید تفکیک کنیم کی افغان است، تعریف افغانیت به چه شکل میکنیم، حقوق و وجایب چطور تعریف میکنیم. مگر از نگاه ایست که عموما پیش از اینکه به صلح آدم برسه کش جنگ به مراتب زیادتر میشه، چون حالات است که در او مردم میخواین موقعیت خود را تثبیت کنند. از این جهت سال آینده سال مشکل است. آقای احمدزی، حالا میخوایم امین مسئله را اشاره بکنم. زمانی که این مسئله صلح را که مطمئنن هیچ کس مخالف این روند نیست و همه کس میخواین که یک افغانستان با ثبات وجود داشته باشه، حرف در اینجا هست این پرداختن قیمت در برابرش یک چیزی باید به دست بیاریم. یعنی به این معنا زمانی که رئیس جمهور افغانستان هر از چندگاهی این مخالفین را که پیشتر از این شما اشاره کرده بودن که تا هنوز ما تفکیک نکردیم بین دوست و دشمن، برادر خطاب میکنه و از او جهت هم با میلی تفنگ جواب داده میشه، چگونه میشه امیدوار بود نسبت به یک روندی که به نام گفتگوهای صلح ادامه داره؟ من تمام پیمانهای صلح را در دنیا که بین سال 1990 و 2004 به وجود آمد بررسی کردیم، تحلیل کردیم. هیچ کدام از این بدون از این که دو طرف به موافقه برسن که مشکل از رای زور حل نمیشه نتیجه نرسید. دوم، هر پیمان صلح زمانگیری بود، چون مردم زور ما در زور آزمایی مسئله عزیزت که کی اول اعتراف میکنه که زور نمیشه. حالا حکومت اعتراف کرده دیگه بگونی؟ نه، حکومت در این حال اعتراف کرده و نکرده، جنگ دوام داره. قوی امنیتی ما روزانه هم شهید میشن و زخمی میشن و هم میکشن. مسائل بنیادی بریست که چارچوب چیست. وقت شعار صلح تا صلح در عمل تفکیک فرق داره. شعار صلح آسان است، ما صلح میخواییم، در عمل از چی گذشت میگذاریم؟ تر مثال در دو هزار مأموری دکتر صاحب عبدالله در امریکا صحبت داشت، تأکید از اینا سر ازی بود که جمعیتی که از اینا نمایندگی میکردن، اتحادی که باوجود آمده بود، یک پایگاه داشته باشه، یک جایگاه داشته باشه در چارچوب، نه ای که ارج داشته باشه. امروز وقتی که میگیم صلح، به چه شکل صلح را طرح میکنیم؟ چطور اطمینان میدیم طرف مقابله که جانش، مالش، ناموسش مسئول خود باشه؟ نهادهای ما از نگاه عوامل مختلف وجود دارن، اما نهادهای ما واقعا ملی و مسلکی نیست. اطمینان سر از اینا یک ایجاب بررسی و بازنگری. اینا نکات است که دلیلی که من خدمتتان عرض کردم که بحث صلح در مراحل ابتداییش است، چون جامعه
باید بیایه ابعاد مختلف از ایره مد نظر بگیره و قیمتی که شما میخواین معلوم دار واضح است. قیمت همه روز پرداخته را ایستن مردم دیگر. قیمت جنگ میپردازیم. قیمت صلح چند چیز است؟ یک، باید جنگ توقف کنه. بنابرای صلح باید با کسی صورت بگیره که جنگ توقف داده میشه. که طالبان چنین کار را نمی کنند. نیخواه، هر زمت سر یادم است. نه، از این جهت باید وضاحت صورت بگیره. و این بحث است که باید به صورت ملی و سرتاسری صورت بگیره تا ما وضاحت داشته باشیم. کسی که خدا از آله دست بیگانه میدانه باز باید حدود عربش واضح شود که در افغانستان جایگانه داره. کسی که خود افغان میدانه عوامل ازیرم باید ببینیم که مردم چرا مجبور شدن سلاح بگیرن و در این بخش اشتباهات نهایت زیاد صورت گرفته که باید سرش خاور شود، چون ما باید از تاریخ همیشه درس بگیریم. آقای احمدزی، اگر مشخصتر این را مطرح بکنیم و کوتاه، آیا واقعا فکر میکنید آنچه را که شما مطرح کردین که این دو بود داره، گفتگوهای صلح که مطمئنن یکی شعارگونه است، رئیس جمهور هر چند گاهی این مسئله را اعلام میکنه اما طالبان رد میکنن، یکی چوکات است که بر رسیدن به صلح ترسیم میشه، فکر میکنید در حکومت افغانستان تنها این مسئله در حد یک شعار باقی بوده و یا اینکه واقعا چوکات بر ازی وجود داره؟ پیشرفتایی که صورت گرفتن قابل یادداشت است. مثلا چی پیشرفته؟ امی که دنیا و افغانستان به نتیجه رسیدن که صلح ضروری است، یک پیشرفت بنیادی است از 3 سال پیش. این چیزی هست که بیشتر از این هم نشون وجود نداشت. یعنی همه کس غالب بر این مفکوره بود که جنگ صورت بگیره، موفقیت با جنگ باشه. موفقیت با جنگ است. یک مدت زیاد وجود داشت که راه تفکیک بین طالب و بین القاعده وجود نداشت. اگر در سالهای اول که قوای بین المللی به کمک افغانستان آمد، این تفکیک صورت میگرفت، وضع به این منوال نمیگرفت. فکر میکنید حالا وجود داره این تفکیک؟ این تفکیک وجود داره و وضاحت پالیسی رسمی دولت امریکا است. آقای احمدزی، اما شرایط گذاشته شده معلوم داره. همینجا یک صحبت از میان صحبتهای شما با پوزش، زمانی که این تفکیک را شما مطرح میکنید بر اساس چی میگن؟ آیا واقعا تعریف وجود داره که دوست کیست، دشمن کیست، القاعده کیست، حزب اسلامی کیست، حقانی کیست؟ اینها آیا واقعا تفکیک شده فکر میکنید؟ جامعه ما پیچیده است، جامعه ارتباطی است. یک برادر یک وضعیت داره، یک برادر وضعیت دیگه داره. در این جامعه و وقتی که برانهای وسیع همه جانبه وجود داشت، تفکیک به این آسانی صورت گرفته نمید. و تا باز مرزم است اکثر نکته اصلی می تا ملت حاضر به یک بحث سرتاسری نشد، تمام اجزای ملت و ما ایره جمع طبقه بندی نکنیم. بعض عناصر وجود دارن که منافعشان در صلح نیست، بعض عناصر وجود دارن که منافعشان در یک نوع صلح است، در نوع دیگه صلح نیست. بعض به شعار باقی مانده نمیتونه. باید مسئله منافع و مسئله هم ملی هم گروهی به صورت واسی مورد بحث قرار بگیره و سرش به نتیجه برسه. یعنی تانوز در حد شعار بوده؟ نه خیر، یک عرضم بازم و چیزی است که من مکتب نتکرار بیدم. این پیشتر شما اشاره کرده. آقای احمدزی، حالا بحث دیگر در مورد خود شما هست. یک مسئله که اشاره میشه که شما در این اواخر نسبت به آنچه که همون خطوط موازی با انتقال مسئولیت های امنیتی یعنی بود نظامیش هست، بیشتر هماهنگ با همون چیزهایی نیست که پیشتر از این شما گفتن و شما سخت نگران این مسئله هستن و حتی گفته میشه شما بگونی ناراض هستن، آیا چنین است؟ نکته در دو چیز است. بازم اگر فرمان مرحله سوم انتقال ببینید، با وضاحت سر ذکر شده که مسائل اجرایوی مرحله سوم با وزارت های امنیتی از یک طرف و وزارت های ملکی مسئولیت شد دار. چرا؟ چون نقش ما نقش انسجام کننده، تحلیل کننده و ارائه کننده طرح بود. ما تمام ولایت افغانستان گشتم. ضروری است که هر عضو کابینه افغانستان تمام 34 ولایت افغانستان رو به یک نگاه ببینه. چنین نیست. یک قسمت زیاد وزیر صاحب هستن که بعضی ولایت های افغانستان وجود داره که یک وزیر صاحب در 4 سال رفته. این قابل قبول نیست. چرا خارج میرن هر روز؟ مخصوصا به دبی و ترکیه و هندوستان و به ولایت رفتن نمیتون. در این بخش مسئله را که ما تمام ولایت گفتیم تکرار میکنم. ولایت میگن امنیت نیست.
برای من چطور میاد؟ ما خطر هشت بار سوی قصد قبول کردم، میتونم وزرا خطر را قبول میکن نمیکنیم که نمیکنیم وزیر نباشه، استیفا کنم. کسی که شرایطه، اگر مسلمان استیم اقدیم بایسته که یک روز تولد شدیم یک روز میمریم، بدسته. اگر ما خطر قبول نکنیم به حساب مالک از این مملکت کیست؟ جواب کابینه افغانستان اگه ای باشه که ما خطر سفر به ولایت به سر نجه کده نمیتونیم دیگه، ما نیسته که خدا به کنار دوم خدا به کابل مسئول کرده. بله، یعنی اگر کوتاه اشاره بکنیم، آیا واقعا آن چرا که حالا صورت گرفته است، این خطوط موازی که باید متناسب با روند انتقال باشه، شما ناراض این مسئله هستین؟ من ناراض نیستم، من نگران هستم. بین ناراضی و نگرانی فرق وجود داره. ناراضی است که آدم دست خود بشه او بگه ما قطعا سهم نه، یعنی کاری که باید بر اساس همون برنامه‌ای که شما ارائه کردین صورت گرفت. برنامه دو چیز است، بخش امنیتی برنامه مسئولیت مستقیم ما بود، فرمان رئیس جمهور بود و انسجام کننده بود. ای کار وزارت مالیه نبود. وقتی که وزیر مالیه بودم کار مجرایوی بود، وقتی که رئیس پانتون بودم کار مجرایوی بود. ای کار مشابه به انسجام کنفرانس کابل است. آدم نظریات جمع میکنه، بررسی میکنه و من از خداوند نهایت ممنون هستم که امکان ازیر برمداد که کتاب بسیار بزرگ و جامعه که افغانستان است باز من از نزدیک تانستم ببینم. اما نگرانی بری اساس است که من 2014 رو هر روز حداقل نیم روزه سر 2014 فکر میکنم که شرایط مثبت ما چطور برای 2014 ایجاد کنیم و از خطراتی که 2014 است چطور با دقت با تدبیر اول تحلیل کنیم و باز دفع کنیم. از این جهت است و بحث رکم دارم و از رئیس جمهور و اعضای شورای امنیت ملی من نهایت ممنون هستم، همیشه به من موقعی داده شده که بحثای من به صورت سری واضح و منسجم پیشنهاد کنم و تصامیمی که از پیشان خواستیم در قسمت زیاد تصامیم گرفته شده، اما آل بحث وسیع تر شده از چارچوب. ما به مرحله رسیدیم که تهداب انتقال از نگاه امنیتی من فکر میکنم مستحکم است، اما اگر ثبات مد نظر نبگیریم خطر در چیز. آیا ما میخواییم که بعد از خروج قوای بین المللی جنگ افغانی بسازیم و خدای ناکده 30 سال یا 40 سال در جنگ باشیم، و یا ای که ضرورت به یک طرح ثبات بنیادی داریم و ثبات بنیادی ضرورت به تغییرات دوم داریم؟ آقای احمدزی، به عنوان آخرین پرسش، حالا این چند بود دارد. مسئله اولی که واقعا چقدر نگران این مسئله هستن، یک روند را دنبال میکنن که در صورت موفق بودنش چیز تاریخ در موردتون قضاوت میکنه و در صورت عدم موفقیت چیز دیگر. با این دورنمایی را که شما پس از 2014 دارین چگونه است؟ چه تضمین وجود داره که این 2014 پایان نباشه مانند حکومت دکتر نجیب الله؟ دلیل واضح دو چیز است. یکی درسی که تجربه که ملت گرفت. ملت افغانستان مشکل خود از قشر سیاسی خود میدون و این بار ملت افغانستان قشر سیاسی افغانستان اجازه نخواهد داد که افغانستان به خاک خون بکشه. مزور ملت در دلوی جرگه دیدون وقتی که بنبست های نسبی به وجود آمده بود، مردم شروع کرد، قیمت ها پایین آمد، معامله استاد شد، مردم امروز متوجه استن و مردم آگاه استن. این فرق بسیار بزرگی است. دوم، جامعه بین المللی درس گرفت. سه، امکانات بنیادی و توافقهایی که ایجاد شده امکان ازیره به ما میته که ما خود جمع کنیم. و چهار، وقت داریم. اگر وقت به صورت مثبت از بهش استفاده کنیم از به از این مهم. و مسئله پنجم، مسئله عقیده است. قرن 19 افغانستان اگه ببینید چند بار اگه واقعا احساس ملی وجود نمیداشت باید افغانستان تباه میشد، قطعا باید باعث یک کتله وجود نمیداشت. وقتی که این ملت پشت خود با کو احساس کنه جمع میشه و من فکر میکنم با ایجاد رسانه ها و اینایی که با وجود آمده، فضای نو افهام و تفهیم که با وجود آمده، ما میتونیم
با یک بحث مشروع معقول و همه جانبه به نتایجی برسیم که واقع بینانه باشه و در اون صورت انشالله تعالی از این تن و در مورد خود شما و قضاوت تاریخ آیا نگران هستیم؟ او به تاریخ از ما سعی است کوشش عقیده و اگر این ناکام شود؟ اگر ناکام شود قضاوت به تاریخ مربوط داره که بگویه من مسئول بودم نتانستم به اندازه کافی قربانی بتم و یا ای که دیگران مسئول و شما نگران هستیم؟ در قسمت تاریخ همیشه آدم نگران می باشه. سپاس آقای احمدزای عزیز، سلامت باشید. زنده باشید.